به نام خداوند جان و خرد، عرض سلام دارم خدمت دانش آموزان عزیز. در خدمتون هستم برای تحلیل آزمون 16 آبان ماه. امیدوارم که تحلیل و موضوعاتی که امروز بیان میشه براتون خیلی راهگشا باشه. دکتر رضوانی هستم، مدرس ادبیات. فراتر از مباحث سوالات، یک سری از نکات رو خدمتتون بیان میکنم که امیدوارم این نکات رو حالا خلاصه در به اصطلاح حاشیه نویسی خلاصه نویسی ازشون داشته باشید که در مرورهاتون قرار بگیره که خیلی میتونه مؤثر باشه. آزمون هم آزمون به اصطلاح خوبی بود، آزمون نکات خوبی رو بیان میکرد، ولی خب آزمون خیلی نکته خاصی نداشت. سوال اول، معنی هر یک از واژه‌های زیر به ترتیب کدام است؟ یک، آوند، اجانب، سریر، مجر. آوند تخت پادشاهی نمیشه. آونگ، آویخته، آویزان. اجانب، بیگانگان، اطراف نمیشه. سریر، آونگ نمیشه. اورنگ درسته، آونگ نمیشه. پس پاسخ اون میشه گزینه دو، آوند، آونگ، اجانب، بیگانگان، سریر، تخت پادشاهی، معجر، سرپوش یا روسری. بریم سوال دوم، معنی واژه همت در کدام گزینه با معنای آن در بیت زیر یکسان است؟ بچه یکی از سوالات مهم و خاصی که توی کارگاه متن پژوهی دیده میشه این تیپ سوال هستش. یک واژه که شامل چند تا معنی هست معمولا برای ما میارن و از ما میخوان که کدوم بیت ما معناش با این کلمه یکسانه. کلمه همت رو خواسته. من معنی همت رو برای شما بنویسم. همت سه تا معنی داره. یک معنی که خیلی معنی مهم و معنی اصلی هست، توجه قلبی و دعا هست. یک معنی همت تلاش و پشتکار و کوشش هست. یک معنی همت هم بلند نظر بودن، ارزشمند بودن. حالا بررسی بکنیم. گفته همت هم بدرقه راه کنه طایر قدس، که دراز است ره مقصد و من نو سفرم. خب این همت به معنای توجه قلبی هست، به معنی دعا هست. بیت اول، معنی توفیق غیر از همت مردانه چیست؟ همت مردانه به معنای تلاشه، پس این نمیشه. دو، حالا بیت رو من تا آخر بخونم. انتظار خضر بردن ای دل فرزانه چیست؟ که خضر اومده باز آرای تلمیح برامون درست میکنه. گرانجانی مکن تا ننگ خفت کم شود همت. همت هم میتونه تلاش باشه که نهادمونه، هم میتونه بلند نظری باشه که هر کس مدتی یک جانشیند لنگ برخیزد. اهل همت رازنا همواری گردون چه باک. اهل همت انسانهای پرتلاش. سیر انجم را چه غم ستارگان سیر رفتن در حرکت، کن در زمین چون و چراست. دریا و کوه در ره و من خسته و ضعیف، ای خضر پی خجسته مدد کن به همتم. خضر پی خجسته من رو یاری کن با همت، با دعا، با توجه. پس پاسخمون میشه گزینه چهار. این از سوال دو. اما سوال سه، در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟ یکی از مواردی که باید بهش توجه بکنید توی بحث املا، فقط اون سوالاتی رو لطفاً آخر آزمون بذارید که سوالات شما شمارشی باشه. این خیلی مهمه. بقیه سوالات رو لطفاً جواب بدید. در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟ من پرده بر سرایر عشق تو می کشم، لیکن تو حد که پرده اصرار می کنی. اصرار می کنی، اصرار رازها، سر. حد که، حتی کی، حد که حرمت. پس میشه پاسخم گزینه یک.
بگشتند با هم دو گرد سترگ، به خون چنگ شسته چو ارغنده گرگ. سر و علمدار رفت سوخ خزان را به تفت، و سر که رخ نمود لاله شیرین لقا. لقا ملاقات. به طاعت قرب ایزد میتوان یافت، قرب درست نزدیکی. قدم در نه گرت هست استطاعت. استطاعت هم به معنای انجام دادن کاری هست. پس پاسخ همون گزینه یک هست. سوال بعدی، سوال چهار، آرایه های تشبیه، مجاز، حسن تعلیل، متناقض نما به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ دقت داشته باشید توی این تیپ سوالات بچه ها، کاری که انجام میدیم آرایه هایی که برای ما خیلی راحت هستن انتخاب میکنیم. مثلا من اینجا متناقض نما رو انتخاب میکنم. متناقض نماها رو نگاه میکنم، دال الف به الف، دال رو بررسی میکنم. بس که خوردم زهر غم، چون ریزد از هم پیکرم. سبز پوش از خاک برخیزد، قبارم همچو سر. در گزینه دال اصلا پارادوکس وجود نداره. در گزینه دو، کشتی بر خشک میرانیم. بچه ها کشتی بر خشک راندن پارادوکسه. کشتی باید توی آب باشه، توی خشکی نمیشه داشته باشه. پس گزینه ب، الفا رو هم نگاه میکنیم. ز شرم آن که به روی تو نسبتش کردن، سمن به دست صبا خاک در دهان انداخت. اصلا زدی وجود نداره که پارادوکس ایجاد بشه. پس الفا هم هست میشه، پاسخمون میشه گزینه دو. آره، دیگه شو هم بررسی میکنیم. گفته ده تشبیه داره. بس که خوردم زهر غم، غم رو به چی تشبیه کرده؟ به زهر. پس اضافه تشبیهی، اضافه تشبیهی. ما گفتیم توی تشبیه ها این رابطه مضاف الیهی رو بهش توجه بکنید. قبارم همچو سر، این هم یک تشبیه دیگه وجود داره. مجاز داریم توی بیت جیم، می پرستان همه مخمور و عقیقت همه می. عالمی مرده، عالم یعنی مردم عالم. پس مجاز. الف حسن تعلیل داره. ز شرم آن که به روی تو نسبتش کردند، سمن به دست صبا خاک در دهان انداخت. میگه به خاطر این که تو رو به یک چیز دیگه نسبت کردند و این رو ما نپذیرفتیم، سمن اینقدر ناراحت شد که از صبا کمک خواست که خاک تو دهنش بریزه، یعنی چیکار کنه؟ ساکت باشه. پس این هم حسن تعلیل. متناقض نما رو هم که براتون گفتیم. اما بریم سوال بعدی. سوال پنج، در بیت زیر آرایه های کدام گزینه یافت می شود؟ توی این سوالات قبلا هم گفتم بیت رو نخونیم، اول بریم سر وقت گزینه هامون، توی گزینه ها آرایه های خوب رو پیدا بکنیم، اونها رو به اصطلاح علامتش بزنیم، بررسی بکنیم داره یا نداره. من آرایه هایی که انتخاب میکنم از هر بیت، تشخیص، پارادوکس، تناقض، تلمیح، حسامیزی، تشبیه هم خوبه، ایهام، ایهام تناسب. بچه اینجا ایهام و تناسب نگاه کنید، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4، 1 2 3 4، همه باید چهارتایی باشه. یک اشتباهی که اینجا وجود داره این ایهام تناسب هست بچه ها. خب حالا به لحاظ نگارشی تایپی یک کمی دچار مشکل شده. اینجا مثلا میگیم که همین ایهام تناسب هم آرایه خوبیه. در بیت زیر بچه ها پارادوکس در بیت داریم، یا تشخیص بگیم، تشخیص راحت تره. دست شستن زبقا آب حیات است تو را، خط کشیدن به جهان خط نجات است تو را. اصلا در بیت تشخیص نداریم، پس گزینه یک حذف میشه. دو، تلمیح داریم یا تناقض؟ تناقضش رو اول بررسی بکنیم. دست شستن زبقا آب حیات است تو را. بچه آب حیات تلمیح داره. اینجا بچه یک تناقض خیلی قشنگی داره، لطفا دقت بکنید. میگه دست شستن از بقا
آب حیاته بچه، آب حیات موجب جاودانگیه. حالا میگه از بقا تو از دنیای باقی، دنیایی که به اصطلاح برای تو دنیای اصلی هست، دست بشور، دست بشور، اون را رها بکن. اگه میگه آب حیات، پس برای جاودانگیه، چطور پس میگه بقا رو رها کن؟ پس اینجا هم چی داره؟ پارادوکس داره. پس هر دوشو داره. آره دیگر رو بررسی کنیم. حسامیزی دست جستن ز بقا آب حیات است، سراغ خط کشیدن به جهان. حسامیزی در بیت نداریم، پس گزینه سه هست میشه. اما چهار، ایهام تناسب. ما در بیت نگاه بکنیم ببینیم اصلا کلمه ای که حامل دوتا معنی باشه وجود داره. خیر، در بیت نگاه میکنیم بچه، اصلا کلمه ای که ایهام یا ایهام تناسب بخواد برای ما درست بکنه وجود نداره. پس این همچی هست میشه. پاسخ ما میشه گزینه دو. تلمیحش رو گفتیم، تناقضش رو گفتیم، دست شستن از بقا آب حیات که میشه چی؟ پارادوکس. کنایش دست شستن یا خط کشیدن. دست شستن رها کردن، خط کشیدن صرف نظر کردن، کنایه است. پس این دست شستن رو باز میتونیم کنایه هم بگیریم، خط کشیدن رو هم میتونیم کنایه بگیریم. جناس بچه ها، اینجا بچه ها من اینجا مینویسم بین دست و است هم جناس داریم، جناس ناهمسان. درست شد. پس پاسخمون میشه گزینه دوم. این تیپ سوال بچه ها حتما توی کنکور 1400 میاد. شما هیچ وقت با بیت شروع نکنید، بیاین آرایه هایی که براتون خیلی واضحه، خیلی روشنه، اونها رو انتخاب کنید و رد و گزینه ای داشته باشید. بریم سوال بعدی که سوال 6 هست. دقت داشته باشید. گفته با توجه به ابیات زیر تعداد ترکیب های اضافی وصفی اضافی به ترتیب در کدام گزینه آمده است. بچه برد از دلم، پس یک اضافی. هوای وطن اضافی. خیال دور وصفی. فکر غریب وصفی. کرد غریب جهان اضافی. مرا، جهان مرا، باز این جهان من میشه چی؟ اضافی. بیت به مهر لب شد، مهر لب اضافی. حیرت ز رخسار آتشناک او. حیرت مهر لب شد، حیرت رخسار آتش، حیرت رخسار اضافی، رخسار آتشناک وصفی. بچه ها خوب دقت بکنید، این او برای حیرت اومده، حیرت او. پس حیرت او باز چیه؟ اضافیه. چون سپند آن خال، آن خال وصفی، خال مشکین وصفی، ورنه صد فریاد داشت، صد فریاد باز وصفی. یک نکته مهم بچه ها بگم بهتون، حواستون جمع باشه. اگر صفتهای پیشین به اضافه اسم بشه یا به اضافه هسته بشه، این ترکیب وصفی بهمون میده. این رو لطفاً بهش دقت بکنید. حالا بشماریم بچه ها اضافی ها. 1 2 3 4 5 6. بچه ها 6 تا اضافی داریم. وصفی هامون چند تاست بچه ها؟ وصفی هامون 1 2 3 4 5 6 تا هم وصفی داریم. درست شد؟ این هم یکی که میشه 6 تا هم وصفی. پس پاسخمون میشه گزینه دو. سوال بعدی که سوال 7 هست. بچه ها یکی از سوالات مهمی که شما در دستور با اون روبرو هستید این تیپ سواله. یک بیت رو میدن، زیرش خط میکشن کلمه ها رو و برای ما باید مشخص بکنیم که به اصطلاح چی هستش. من یک نکته رو بچه ها اینجا خدمتتون بگم. نگاه کنید، همیشه فعل توی این قسمت ها، فعل عبارت ما خیلی مهمه. اینجا نگاه کنید،
است خیلی مهمه. است بچه ها فعلی هست که نیاز به مفعول در جمله ایجاد نمیکنه. یعنی چه چیزی را و چه کسی را بهمون نمیده. پس از روی این نکته متوجه میشم این رای که اینجا اومده رای مفعولی نیستش. حالا ببینیم جان غافل را سفر در چهار دیوار، جان غافل برای سفر در چهار دیوار تن است که نه. پس یک رای دیگه میمونه که رای چی بچه‌ها؟ رای فک اضافه است. یادتون باشه قبلا هم گفتم رای فک اضافه مضاف الیه و مضاف هست که این کسره تبدیل میشه به را. حالا نگاه کنید بخوایم این رو تغییرش بدیم میگیم که چی؟ سفر جان غافل، سفر جان غافل. پس این جان اینجا چه نقشی ایجاد میکنه؟ سفر جان مضاف الیه، مضاف الیه ها رو نگه میداریم. پس دو تا گزینه‌مون میره سفر جان غافل. حالا سفر، سفر چیه؟ که کلمه دوم ما هستش، نهاد هستش. در چهار دیوار، در چهار متممه. پای خوابالوده، خوابالوده برای پا چیه؟ صفته. کنار دامن، دامن برای کنار چیه؟ مضاف الیه. چقدر راحت و چقدر به اصطلاح با دقت میشه این تست ها رو از پسش بر بیاییم. فقط یک نکته مهم هست، شما توی این قسمت ها فقط بچه ها از فعل جملتون یا از فعل عبارتتون، از فعل غافل نشیم. این خیلی مهمه. پس پاسخ هم میشه گزینه یک. اول نگاه بکنید ببینید آیا اصلا سوال شما نیاز به اصطلاح داره، به عنوان مثال نیاز داره برای اینکه اون را مفعولی باشه یا حرف اضافه باشه یا نه. بریم سوال بعدی که سوال قرابت هستش. دقت بکنید مفهوم ابیات همه گزینه های یکسانه بجز گزینه فلان. دقت بکنید تا توان در کنج عزلت، عزلت یعنی گوشه نشینی، با سر آزاده زیست، خیش را عاقل چرا در دام صحبت افکند. بچه ها تأکید داره به گوشه نشینی. همیشه توی این سوالات، همیشه توی این سوالات یک کلمه یا دو کلمه آخر بیت بنویس که بعد که بخوای تستو با قطعیت جواب بدی دیگه اشتباه نکنی. دو، گل بیخاری اگر بود در این خارستان، دامنی بود که از صحبت مردم چیدن. بچه یک کنایه هست، دامن چیدن یعنی دور رفتن یا صرف نظر کردن. خب حالا میگه گل بیخار اگر بود در این خارستان، میگه اگه گل بیخار میخوای باشی از مردم چی شد؟ دوری کن. پس این هم گوشه نشینیه. در مشرب من خلوت اگر خلوت گور است، بسیار به از صحبت ابنای زمان است. میگه خلوت باز هم گوشه نشینی. اینا که ستا یکی، پس حتما پاسخ اون گزینه چاره. خیمه بیرون زنزه هستی تا توانی چون حباب، در ته یک پیرهن با بحر صحبت داشتن. بچه میگه با بحر چیکار کن؟ صحبت کن. اینا همه میگه گوشه نشینی اختیار کن، ولی توی این گزینه میگه چی؟ با بحر برو صحبت کن و با او هم نشین باش. بریم سوال بعدی که سوال نهمون هست. دقت بکنید سوال نه گفته بیت دلا خموشی چرا، چو خم نجوشی چرا، برون شد از پرده راز تو پرده پوشی چرا. با همه گزینه ها بجز گزینه فلان تقابل معنایی داره. بچه ها این توصیه میکنه، تأکید میکنه بر صحبت. حالا باید تأکید بر صحبت رو بدونیم؟ نه، تقابلش رو باید بدونیم، یعنی عزلت. میکشد مهر خموشی ز جگر زهر سخن، زخم این مار شود به به همین مهره مار. بچه ها دقیقا داره تأکید میکنه برای تأکید بر صحبت کردن. میگه مهر خموشی مثل یک زهره، پس از زهر دوری کن، پس صحبت کن. دوم،
چون حباب آینه ما از خاموشی روشن است، میگه به وسیله خاموشی ما روشن شدیم. لب به هم بستن چراغ عافیت را روغن است. باز هم دقیقا همین موضوع تاکید بر صحبت رو بیان میکنه. مرد باید که سخندان بود و نکته شناس، تا چه میگوید از این نکته پشیمان نشود. بچه توی گزینه سوم اصلا درباره این موضوع صحبت نمیکنه، بعد هم میگه تو باید سخندان و نکته شناس باشی. پس پاسخمون گزینه سه، قصه آتش دل چون به زبان آورم از آنک، شم اگر فاش شود سر دلش بیم سر است. که شم فاش شدن به معنای تاکید بر صحبت و نقطه مقابلش. بریم تست شماره 10. مفهوم کدام بیت متفاوته؟ بچه دقت داشته باشید، گفتیم که در انتهای هر بیتی باید ما چیکار بکنیم؟ یک کلمه بنویسیم. بینیازی بین که با این مفلسی، با کدوم مفلسی؟ با بینیازی. از فر فقر طعنه بر جاه جم و دارایی دارا زنیم. بچه ها میگه قناعت داشته باش. جم پادشاه، دارا پادشاه، تلمیح داره. با قبای کهنه و فقر و کلاه مفلسی، فارغ البال از لباس و افسر شاهانه ایم. باز هم یه قناعت. فنا عین بقا بود که مردند و رسیدند، گدایان ره فقر چه در بند بقایید. بچه این قناعت رو برای ما بیان نمی کنه. میگه فنا عین بقاست، برای همین مردن و گدایان ره فقر چه در بند بقایید. چرا در بند بقا هستی؟ چرا در بند ماندن هستی؟ اصلا درباره قناعت صحبتی به میان نیاورده. سر آزاده ای داریم صائب با تهی دستی، که خرمن خوچشین دانه ما میتوان شد. بچه خرمن میتونه خوشچین. خوشچین بودن اصلا مفهوم قناعت و قانع بودن رو به ذهن میرسونه. پس پاسخمون میشه گزینه سوم که با بقیه گزینه ها چیه؟ ارتباطی نداره. بچه این سوالات تقریبا میشه بگیم یک سوالات متناسب و حالا خوبی بود، ولی توی سوالات بعدی که اگه اشتباه نکنم میریم سوال مربوط به سوالات پایه هست، مربوط به سوالات دهمه. لطفا اینها رو هم خوب دقت داشته باشین، بسیار سوالات جالبیه. سوال 11، معنی لغات کدام گزینه تماما درست نیست؟ حواستون باشه. خور زمین مرتفع. بچه زمین مرتفع نیست، زمین پسته. شاخه از دریا. پس این اشتباهه. الف جون لشکر سپاهی، به درسته فجر سپیده صبح شفق. بچه ها الف و جیم. یک نکته اینجا بچه ها، نکته بسیار مهمه. دو تا کلمه داریم، شفق اکثر بچه ها اینو اشتباه میکنن و فلق. بچه ها شفق و فلق، این لامو بچه ها میبینید؟ این لام به شما میگه که باید مربوط به طلوع خورشید باشه. در اصل اگه بخوایم معنی کنیم میگیم سرخی طلوع خورشید. بچه این شفق چی میمونه؟ سرخی نکنیم، شفق سرخی غروب آفتاب. پس بچه ها فلق چون لام داره، طلوع هم لام داره. اینو لطفاً دیگه اشتباه نکنید. درست شد؟ ملاک اصل هر چیز و ابزار سنجش، که کاملاً دیگه این مشخص شده هستش. بریم سوال بعدی. در گروه کلمات کدام گزینه غلط املایی وجود داره؟ نمازگزاران در محراب فلق. درسته؟ بچه قبل از این که من اینو بگم درباره گذاردن یک نکته بگم. بچه این ز خوب دقت بکنید. گذاردن بچه گذاردن
اگه دو تا معنا بچه ها داشته باشه با این زه، خب بقیهش با دال زاله. یکی به بچه به معنای به جا آوردن خیلی توی تستا مشاهده میشه، یکی به معنای ادا کردن، نکته دوم بچه از گذاردن به معنای تفسیر کردن و تحلیل کردن و حتی توضیح دادن، همه اینها دیگه معنی میشه. بچه ها هر چی که در این دو معنا بود با گذاردن با رزه، بقیهش بقیه با دالزاله. بچه ها حواستون باشه، با دالزاله، درست شد؟ بقیه با دالزاله. نمازگزاران نماز رو ادا کردن. بچه الان خبرگزاری خبر رو تحلیل میکنن، تفسیر میکنن دیگه، درست شد؟ قانونگزار قانون رو ادا کردن و به جا آوردن که نیست، قانون تفسیر کردن که نیست. پس با داد بریم بچه ها. نمازگزاران در محراب فلح، خزلان رسیدن بر قصد، علم کردن ابوالعجایب، علم کردن یعنی آشکار کردن، درسته. دو، قلقله و ازدحام مردم، درسته. قرآن خواندن مقریان، بچه از قاری میاد، درسته. در خانقاه به سخره گرفتن مرگ بیقدر، عزیز بودن در حزیز، بچه ها حزیز، درسته. امارت کردن دیوار شهر، بچه ها امارت یعنی چی؟ یعنی درست کردن، یعنی آبادانی. پس پاسخ میشه گزینه سه. تحیر از شه ملک لافتها، قنای خالق و قرب مخلوق، ایستادن در یک تراز، جزر و مد آب در ساحل. پس پاسخ میشه گزینه سه. اما بچه ها بریم سوال بعدی که سوال 13 هستش. به ترتیب آثار بچه تاریخ ادبیات دیگه خیلی راحته. من زنده هم از معصومه آباد، اسرار توحید از محمد ابن منوره، سیاست نامه از خواجه نظام ملک توسیه، بچه از نصیر الدین توسی نیستش، گوشواره عرش هم دیوان اشعار آیینی هست از سید علی موسوی گرمرودی. پس پاسخمون میشه گزینه 4. که بچه ها تاریخ ادبیات رو یکم بیشتر بهش لطفا توجه داشته باشید که خب ممکنه به اصطلاح سوالات حسابی تر برای شما بیاد. بریم سوال بعدی. بچه ها دقت داشته باشید، این تیپ سوال هم سوال بسیار جالبیه و توی کنکور باز شماها مشاهده میکنید. برای این تیپ سوال بچه ها قبل از این که من بخوام چیزی رو بخونم، میام آرایه خوب رو از توش در میارم، میگم اقراق آرایه خوبیه، تشبیه آرایه خوبیه، روی مراعات و نظیر بچه ها اصلا حساب باز نکنید، روی واجارای حساب باز نکنید، روی کنایه حساب باز نکنید، تضاد حسن تحلیل هر دوش خوبه، استعاره هم حالا کنایه که هیچی، استعاره هم خوبه، این هم تناسب هم بچه ها خوبه، درسته. در همه بجز یکی اغراق داریم بچه ها، به وقت صبح ندانم چه شد که مرغ چمن هزار ناله شبگیر برکشد. بچه ها هزار ناله کشیدن اغراقه، پس این که درسته جوابمون نمیشه. سوال دو تشبیه داریم. حدیث زلف تو میگفت تیره شب خاجو، برآمد از نفس او نسیم مشک ختن. بچه ها زلفش مثل مشک ختنه، پس تشبیه هم داره، پس این رو هم ردش میکنیم. بچه ها تضاد، یارت چه گردد با دوست دشمن، مهر از چه باشد با ذره در کین. بچه ها تضاد داریم، دوست و دشمن، بله. استعاره بچه ها، چو آن جادوی بیمارش که خون خوردن بود کارش، ندیدم ناتوانی را کمان پیوسته بر بالین. بچه ها دقت داشته باشید، الان اینجا استعاره همون بچه ها جادو بچه ها در ادبیات استعاره از چیه؟ استعاره از چشمه بچه ها، جادوگر فتانه. حالا اون فتانه برای صفت خوب، ولی کلمه جادو در ادبیات به معنای به اصطلاح چیه؟ به معنای چشم هست،
به مفهوم چشم رو برای ما میرسونه. خب حالا بیایم بررسی بکنیم بچه ها. خب ما از این آرایه هامون که نتیجه نگرفتیم، باید چیکار بکنیم؟ آرایه های دیگر رو بررسی بکنیم. من آرایه های دیگه که باز خیلی اینجا علامت زدم حسن تحلیل بچه ها. ببینم بیتم حسن تحلیل داره. یار از چه گردد با دوست دشمن، مهرت چه باشد با ذره در کین. بچه فقط سوالی رو مطرح کرده، علت غیر منطقی، غیر واقعی و به اصطلاح ادبی خیلی خاص که با عقل و منطق ما جور در نیاد رو مطرح نکرده. پس پاسخ هم میشه گزینه 3. حالا آرایه دیگر رو هم بررسی بکنیم بچه ها. ایهام تناسب. بچه ها کلمه هزار ناله معنی اصلی چیه؟ هزار عدد و بلبل، درسته؟ بچه ها این معنی اصلی است، معنی اصلی که کاریش بهش نداریم، خط میزنیم. این بلبل معنی غیر اصلیه که میاد با مرغ ارتباط برقرار میکنه، پس میشه ایهام تناسب. درست شد؟ این میشه ایهام تناسب. مراعات النظیر بچه ها، بین نسیم، بین نفس، مشک، ختن، همه اینها مراعات النظیره. کنایه بچه ها، چون جادوی بیمارش که خون خوردن بود کارش، ندیدم ناتوانی را کمان پیوسته بر بالین. بچه کمان داشتن پیوسته بر بالین یعنی آماده جنگ بودنه. کنایه از آماده جنگ بودنه، یعنی به اصطلاح چیه؟ کمانش همیشه آماده است، تیر در درون اونه که اگه بخواد بهش حمله بشه چیکار بکنه؟ پاسخگو بتونه باشه. این هم از این سوال بچه ها. بریم سوال بعدی که سوال 15 ما هستش. بچه گفته در کدام گزینه شیوه بلاغی به کار نرفته است. بچه یک نکته مهم، شیوه دو نوع شیوه داریم، یکی شیوه عادی، یکی هم شیوه بلاغی. بچه شیوه عادیمون فاعل میاد اینجا، متمم، مفعول، مسند میاد، بعد هم فعل قرار میگیره. شیوه بلاغی چیه بچه ها؟ اگه این ساختار به هم بخوره میشه چی؟ شیوه بلاغی، به هم ریختگیه. شیوه عادی میشه چی؟ شیوه بلاغی، که معمولا هم بچه ها توی فعل ها این اتفاق بیشتر میفته. فعل در اول مصرع یا بیت دیدید، بلا فاصله اصلا شما مکس نمی کنید و میگین چه چیزی شیوه بلاغی هستش. بیت رو، نکات رو بچه ها بخونیم. معتقدان و دوستان از چپ و راست منتظرند، یعنی منتظر هستند، درسته، فعل هم در آخر. کبر رها نمی کند کس پس و پیش بنگری، کبر رها نمی کند که از پس و پیش بنگری. عبارتمون چی بچه ها؟ خیلی به اصطلاح کامل بیان شده، یعنی فعل ها در انتها، فعل ها در انتها. شیوه بلاغی به کار نرفته، خب این عبارتمون شیوه بلاغی نیست دیگه، این شیوه عادیه. پس پاسخ هم میشه گزینه 1. بقیه رو بررسی کنیم. هر چه کنی تو برحقی، یعنی برحق هستی. حاکم و دوست دست، حاکم و دست مطلقی هستی. پیش که داوری برند، ببرند از تو که خصم و داوری. بچه اینجا رو دقت بکنید، خیلی نکته مهمیه. پیش که داوری برند از تو که خصم و داوری، از تو که خصم و داوری، پیش که داوری برند. درست شد؟ باز هم به صورت بلاغی مطرح شده. سوم، بلاغی. جان بدهند و در زمان زنده شوند عاشقان، عاشقان زنده شوند. بلاغی. بنده گر بکشی و بعد از آن بر سر کشته بگذری، بنده اگر به سر رود در طلبت کجا رسد، گر نرسد عنایتی، اگر عنایتی نرسد. باز هم چی؟ بلاغی. پس پاسخ میشه تو این قسمت گزینه 1 هست. ببین بچه ها سوال بعدی که سوال
16 ما هستش. بچه درباره جملات مرکب یک نکته رو خدمتتون بگم. جملات مرکب بچه ها به جمله های گفته میشه که یک سری پیوند های وابسته ساز هست. اون پیوند ها رو باید توی ذهنتون داشته باشید. این پیوند ها بچه ها سه تا به اصطلاح واژه اصلی داره که معمولا توی اکثر واژه ها هستش. نیا کنید بچه ها که حروف مشترک پیوند ها، یکی بچه ها که هست، یکی اگر هست و یکی هم چنانچه هست که معنای چی میده؟ زیرا میده. خب اینها زیاد هستن ها، ولی اینها معمولا خیلی پرکاربرده. فقط یک نکته رو بچه ها دقت داشته باشید که یک سری از حروف پیوند نیستن. این تا یعنی باید به معنیش دقت بکنیم، و چون و که. بچه ها نکته مهم، این کلمات اگه تا به معنای مثلا از مشهد تا تهران به معنای فواصل رو بخواد برای ما مشخص کنه، دیگه پیوند نیست. این حروف در این معناها پیوند نیستند. چون، مثل، مانند. که بچه ها چه کسی؟ اگه این معناها رو داد دیگه پیوند اینها نیستن. یک نکته هم بچه ها خدمتتون بگم، پیوندها دو تا نکته بهمون میده. معمولا بعد از پیوندها جمله‌ای که میاد جمله پیرو یا وابسته است، جمله بعدی که بدون پیونده میشه جمله هسته یا پایه. این هم خب نکته مهمی که باید بهش توجه بکنیم. بچه اینها پیوند وابسته ساز نیستن ها، نیستند، حواستون باشه. خب در میان ابیات زیر چند جمله مرکب وجود داره. شمعیم و دلیم بچه این نکته رو هم بگم، بعضی از پیوندها رو هم حذف میشه. آمدم ببینمت، آمدم تا تو را ببینم، اون تا پس فاصله نیست، پیوند، حواستون بینم باشه. شمعیم و دلی مشعل افروز و دگر هیچ، شب تا به سحر تا فاصله است. پس این پیوند نیستش. سعدیا چون تو کجا نادر گفتاری هست، سعدیا مثل تو، مثل، پس این نیست. ببینیم بقیهش. یا چو شیرین سخنت نخل شکر، یا مانند توی شیرین سخن، باز هم چیه؟ مانند هست. پس این هم پیوند و جمله مرکب نیستش. کشته عشق را لبش داده حیات تازه ای، ورنه کسی نیافتی زندگی دوباره را. بچه ورنه و اگر نه، به همین دلیل کسی نیافت. پس یکی از جملات پیوندمون، یکی از جملات مرکبمون اینه. نگارا بی تو برگ جان که دارد. بچه ها به معنی چیه؟ چه کسی هست. پس این پیوند نیست. دل شاد و لب خندان که دارد. باز این که میشه چی؟ چه کسی. پس این پیوند نیست. پس این هم هست میشه. کسی از شم در این جمع نپرسد آخر، کس چه، بچه ها کس چه رو سوخته پروانه بی پروا را. کس یعنی که از، به این دلیل سوخته پروانه بی پروا. پس پاسخمون میشه دو تا، پس پاسخمون میشه گزینه دو. بچه ها نکته بسیار مهم ها، سه تا حرف تا، چون و که. که به معنای چه کسی پیوند نیست، چون به معنای اعداد تشبیه مثل و مانند پیوند نیست، و تا اگه به معنای فاصله باشه اون هم برای ما پیوند درست نمی کنه. بریم سوال 17 که ببینیم که به چه صورت حل میشه. بچه سوال 17 سوال بسیار ساده ایه. گفته نمودار اس مضاف الیه مضاف الیه در کدام به کار رفته است. بچه ها یعنی باید کلمه ها به واسطه کسره به هم اضافه بشه. توشه جان، این که هیچی دیگه کلمه نداره. لب لعل شکر وش، وش بچه ها پسوند شباهته، اینو یاد داشته باشید، پسوند شباهت. بچه ها لب لعل درسته، لب اس، لعل
مضاف الی شکروش. بچه ها لب شکروش این صفته، پس این نیست. گوشه دل در خم زلف معنبر بستند. خم زلف مضاف الی معنبر. بچه ها برای زلف چیه؟ صفته. پس پاسخ یک که نمیشه. دو، بازار شکر لعل شکربار تو بشکست. بازار شکر لعل شکربار، شکربار صفته، این مضاف الیه، اینم نمیشه. پس ناموس فلک غمزه خونخوار تو، غمزه خونخوار، خونخوار صفته، پس این هم نمیشه. نرگس مستت رو بوده عقل من. نرگس بچه استاره است از چشم. مست تو، مست برای نرگس چیه بچه ها؟ صفته، پس این هم نمیشه. برده خوابم نرگس جادوی تو، نرگس جادو. بچه ها جادو در زمان گذشته یعنی فتانه، یعنی جادوگر، یعنی چشمی که طرف مقابل رو میتونه چیکارش بکنه؟ جادوش بکنه. حالا اینجا جادو برای نرگس چیه؟ صفته، پس این هم نمیشه. پاسخ گزینمون میشه، سوالمون میشه چهار، چشم پرحرف تو امشب. پرحرف برای چشم میشه صفت، این نمیشه. گفت در گوش دلم، بچه ها دقت بکنید، گوش دل من. توی این تیپ سوالات بچه ها یکی که نشد ما راهاش نمی کنیم، ما تا آخر باید بخونیم. گوش دل، دل مضاف الی، من مضاف الی. هرچه خواهد از لب خاموش من، باز خاموش برای لب چیه؟ صفته. پاسخون پس بچه ها میشه همین گزینه چهارو، درست شد؟ با این دلیل گوش دل من، گوش اسم، دل مضاف الی، من هم میشه چی؟ مضاف الی. بریم بچه ها سوال 18 که سوال به اصطلاح خوبی هست برای ما در تناسب. بچه ها گفته مفهوم عبارت هر چه میخواستیم گفتیم و همه پیغمبران بگفتند. او بگفت که از آنچه هستید یک قدم فراتر آرید. بچه یعنی یک گام جلو بردارید، درست شد؟ یک گام جلو بردارید. از کدام گزینه دریافت می شود؟ از جای می برد همه کس را فلک، ولی هرگز ز جای خیش فراتر نمی شود. میگه از جای خودش نمیره، پس این نیست. که حیف است از اینجا فراتر شدن، یعنی حیفه، میگه از اینجا تکون نخوریم، این نیست. سه، چو گردون گرد عالم چند گردی، ز خودکامی فراتر شو به مردی. یعنی یک گام از خودکامی فراتر شو. پس پاسخون میشه گزینه سه، میگه یک گام از خودکامی چکار کن؟ جلوتر بردار. دقیقا داره مفهوم رو بیان میکنه. بدین صفت که تو که توی دل چه جای خدمت توست، فراتر آی که ره در میان جان داری. بچه ها بدین صفت که توی دل چه جای خدمت توست، فراتر آی که ره در میان، میگه راه تو در میان جان هست، پس قدم به جلو برداشتن اینجا دیگه مطرح نمیشه. راه تو در میان جان تو هست، که این هم پاسخ ما به اصطلاح نمیشه، هرچند که یک کمی نزدیک هم هستش. بریم سوال بعدی، سوال 19. مفهوم ابیات زیر در همه گزینه ها تکرار شده است بجز. بچه دقت داشته باشید، گاهی وقتها این تیپ سوالات دو مصرایی میشه، سه مصرایی میشه، هر چقدر هم که بشه یک مفهوم کلی باید ما ازش برداشت بکنیم. گفته چی؟ حسرت نبرم به خواب آن مرداب، کارام درون دشت شب خفته است. دریایم و نیست باکم از طوفان، دریا همه عمر خوابش آشفته است. بچه نگاه کنید، اینجا داره تنبلی رو مطرح میکنه، یعنی میگه انسان ها باید از تنبلی چی بشن؟ دور بشن، دوری از تنبلی. اینو پشتش بنویسیم بهتر، دوری از تنبلی. خب حالا به موج آویز و از ساحل بپرهیز، همه دریاست ما را آشیانه. اینجا میگه خودتو متصل کن به یکی دیگه، میگه یعنی تنبل باش دیگه، پس گزینه یک حذف میشه. دوم،
ای تن آسان مانده در ساحل به استخلاص ما، همتی بگمار کندر موج طوفان اندریم. دقیقا داره مفهوم متقابل این مضمون شعر رو بیان میکنه. شوق چون ریگ روان منزل نمیداند که چیز، موج این دریا لب ساحل نمیداند که چیز. باز هم داره مفهوم تنبلی رو مطرح میکنه، ندوری از تنبلی رو. دل گردا بود ساحل ما، ما نه چو موج کناری داریم، که دقیقا مفهوم دوری از تنبلی در گزینه دو هیچ اشاره بهش نمیشه. و سوال آخرمون هم که سوال 20، کدام گزینه با سایر گزینه‌ها قرابت مفهومی نداره؟ بچه ها یک نکته مهمی رو قبلا گفتم، اینجا باز هم میگم، در ابیات ما سه تا کلمه هست توی قرابت مفهومی ها و به خصوص توی آرایه ها که ما رو خیلی به اشتباه میندازه. یکی ندارد، یکی کلمه فاقد، و یکی هم کلمه بجز. این سه تا کلمه بچه حواستون باشه. باز از این دو کلمه، کلمه که خیلی شما رو به اشتباه میندازه کلمه فاقد هست. چرا؟ چون توی کلمات ما چی میشه؟ پنهان میشه. حواستون به این باشه. کدام گزینه با سایر گزینه ها قرابت مفهومی نداره؟ هر که باشد همنشین شرک گیرد راه کج، وان که باشد همراه توحید یابد راه راست. یعنی بچه داره توحید رو به دیگران میگه اگه با توحید باشی به راه راست میرسی. خیزید و سر از عالم توحید برارید، و از پرده کثرت رخ وحدت بنمایید. بچه ها باز هم توصیه میکنه به توحید. کثرت هم بچه ها یعنی تعلقات مادی این دنیا. کثرت خلق به توحید چه نقصان آرد؟ میگه اگه کثرت داشته باشیم خللی توی توحید ایجاد نمی کنه. اما این دو بیت بچه یه حرف دیگه ای زد، پس الان پاسخمون مشخص شد. این بیت چهارم حتما با این دوتا هماهنگه، درست شد؟ پس پاسخ گزینه سوم، چه خلل میرسد از رشته به یک تایی شم؟ یک مثالی براش آورده که آره استون معادله داره. در خم چوگان کثرت بودن از ناراستی است، گوی از میدان توحید خدا باید زدن. بچه میگه باید گوی فقط در میدان توحیدی بزنیم که خدا اونجا وجود داره. پس دقیقا داره باز توحید رو بیان میکنه. خب این هم از تحلیل آزمون 16 آبان ماه بود. امیدوارم که نکاتی که خدمتتون بیان شد نکات خوبی بوده برای شما، و در ابتدای تحلیل هم خدمتتون عرض کردم حتما سعی بکنید نکاتی که فراتر از تست ها بیان میشه رو خوب مورد توجهتون قرار بدید، که انشاءالله اگر در آزمون دیگه در کنکور تکرار شد برای شما مشکلی نداشته باشه. خسته نباشید، همتون رو به خدای بزرگ میسپاریم تا تحلیل و آزمون دیگه که در خدمتتون باشیم.